این قسمت همونجوری به شما قول داده بودم میخوام در مورد ریورت صحبت بکنم، اما این بحث ریورت یه مقدار پیچیده میشه برای شما بخاطر اینکه ما دو تا گزینه داریم. حالا متوجه میشید من چی رو میخوام به شما بگم. من اگر بیام توی فولدر ریپاز یه فولدر دیگه درست بکنم اسمش رو بذارم ریورت و بعد این ریورت رو میام باز میکنم و الان داخل فولدر ریورت هستم. از اکسس فایل هامون فایل 34 رو داریم. من این لیست رو کپی میکنم و داخل ریورت پیستش میکنم و بعد اصلا بقیش رو دیگه از همینجا باز بکنیم که شما ببینید. این داخل ریورت یه لیستی داریم. من میام اینجا داخل برانچ جدیدی درست میکنم، اما دیگه نمیام چیکار بکنم. اول سویچ کنیم داخل برانچ ماستر و اینجا میام دیگه نمیام ریپوزیتوری درست میکنم، فقط میام یه به اصطلاح یه برانچی درست میکنم که بتونم کارامو باش انجام بدم. نه یعنی میام چیکار میکنم، میام یه ریپوزیتوری درست میکنم، یه لوکال ریپوزیتوری، چون گیت خودش یه ریپوزیتوری بود. پس بنابراین اگر من مثبت رو بزنم میگیم چیکار بکن، یه ریپوزیتوری برام درست بکن و اسم ریپوزیتوری چیه؟ ما اسمش رو میگیم ریورت بذار و بیا از این انتخاب بکن این ریورت رو برام. وقتی این انتخاب کردی میگه create repository و برای ما چیکار میکنه؟ ریورت رو داخل ریورت ساخت. این چیزی نیستش که من میخواستم، البته این رو ریموف بکنیم و این رو هم ریموف بکنیم. من میخوام که برای ما چیکار بکنه؟ به اصطلاح همون ریورت رو انتخاب بکنه. و خب این کار رو کردیم و اسمش هم میذاریم همون ریورت. این رو من نمیخوام دوتا انجام بده و بنابراین به خاطر همون میگم که این کار رو انجام بده. خب الان ریورت رو برای ما درست کرد. داخل این ریورت من میام چند تا کار انجام میدم. اول لیست رو من اضافه کردم. اگر نگاه بکنید لیست اضافه شده و اگر بریم داخل changes میبینید که نوشته this is the first commit. خب و وقتی که لیست اضافه شده من commit رو اینجا میزنم و بعد مینویسم first commit. دیگه نمیام ریپوزیتوری رو داخل گیت هاب براش درست بکنم. شما خواستید میتونید انجام بده، اما فقط میخوام به شما نشون بدم که چجور ریورت کار میکنه. پس فقط کمیت رو میزنم، دیگه نمیام سینک بکنم، کمیت رو میزنم و انجام میشه. بعد من لیست رو باز میکنم و مینویسم، این رو کپی میگیریم مثلا و چیکار میکنیم؟ میام مینویسیم this is the second commit، سیو میزنیم، برمیگردیم اینجا و به اصطلاح وقتی که فرست رو وارد کردیم بعد مینویسم چی؟ second commit و میام اینجا commit رو میزنم. اما یه کار دیگه میکنم، میام اکسسایز فایل ها رو باز میکنم، یه به اصطلاح این ای فایلی داره به نام add، این رو کپی میکنم میام داخل این revert پیستش میکنم. شما ببینید پیست کردم، اد فایل اد اضافه شد. اگر نگاه بکنید الان نوشته یه فایل اد اضافه شد. بعد میام این فایل لیست رو باز میکنم و می‌نویسم this is the third commit save رو میزنم. الان چیزی اتفاقی که میفته اینجا میبینید که نوشته لیست و یه فایل اضافه شده و بعد اینجا می‌نویسم third commit، کمیت رو میزنم. یه کار دیگه هم میمونه انجام میدم، قول میدم این آخریش باشه، فورث کمیت رو اضافه میکنم. یعنی میام این مثلا لیست رو باز میکنم و اینجا این رو کپی میکنم و میام چیکار میکنم؟ فورث کمیت رو اینجا مینویسم، میبندم و اینجا میگم فورث کمیت و کمیت رو میزنم. اما خواهیم ریورت بکنیم. ببین اگر ما برگردیم داخل هیستوری میبینید که به اصطلاح ما چند تا به اصطلاح تاریخ رو داریم. First commit اینجاست. Second اینجاست. Third اینجاست. Fourth اینجاست. اولین commit یه لاین اضافه شد. دومین commit یه لاین دیگه. سومین commit یه لاین و به علاوه یه فایل. بخاطر همین اینجا زده دوتا. و fourth commit اینجا زده چی؟ به اصطلاح یه لاین دیگه اضافه شد. حالا من اگر بخوام از fourth commit برگردم به second commit، اگر من روی second commit
کلیک بکنم دوی سیکند کامیت فقط ما یه چیزی داشتیم که نوشته بود This is the first commit, this is the second commit. فایلی دیگه نداشتیم، درسته؟ اگر اینجا من این رو بزنم، دو تا گزینه وجود داره. اگر گفتم روی این کلیک بکنید، روی این دستگیره ویجت کلیک بکنید، یه چیزی هست به نام roll back to this commit، یه چیزی دیگه هست به نام revert this commit. این دو تا رو اگر برید بگردید هیچ جا در موردش توضیح ننوشته، یعنی در مورد گیت توی گیت هاب هم توضیح ننوشته. revert چیکار میکنه، roll back چیکار میکنه؟ اول اگر من revert رو بیام اینجا امتحان بکنم، میاد از fourth برمیگرده به دو، هیچ کاری نمیکنه. یعنی شما به صورت manual هست، یعنی باید با دست این رو تغییر بدید. یعنی من اگر بیام اینجا revert بکنم، میاد به شما میگه اوکی چیکار میخوای انجام بدی، چون شما باید یکی بکنید فایل رو، پس باید چند تا لاین رو ازش دیلیت بکنید، درسته؟ مثل قبلا که بود میگفت هد و بعد یه خط میکشید و بعد پایین میگفتش که مثلا فایل قبلی اینجوری بود. بذارید این رو اثبات کنیم برات. شما بیام revert this commit رو بزنیم، بعد میگه چی؟ merge needed. بخاطر اینکه یه merge احتیاج داری، یعنی از این اگر برگرده این، بعد به اصطلاح میگه to finish reverting please merge and commit the changes. میگه بعد اول commit بکنید که این کار انجام بشه و احتیاج دارم که شما یکی بکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر من الان برگردم داخل این second commit و نگاه بکنید، اولا add file اینجا وجود داره و من این لیست رو اگر باز بکنم، میبینید لیست کاری که برای من انجام کرده مثل قبلا اومده برای من چیکار کرده؟ گفته که اوکی این از اینجا تا اینجا قبلی بود، اینا جدیده، کدومش رو میخواید؟ خب اصلا من میگم چی؟ مثلا من مثلا اینا رو نمیخوام و بعد چی؟ این رو میخوام. خب first commit، حالا یا this is the second commit، این رو میخوام. و بعد اون موقع است که باید سیو بکنید، ولی توجه بکنید که اینجا الان داخل این اینجا add هم وجود داره، یعنی add که من داخل second commit وجود نداشت دیگه، درسته؟ یعنی change رو بزنم میبین نوشته conflict و بعد اگه من commit رو بزنم اینجا همه چی به هم میخوره، چون چند تا فایل وجود داره داخل لیست که با fourth فرق میکنه. پس من اینجا اگر باید بزنم commit، اون چیزهایی که من خودم دستی درست کردم عوض میشه، یعنی این conflict با conflict قبلی که بود فرق میکنه. ببین که نوشته اینجا قرمز، یعنی اینا همه رو شما دیلیت کردی الان. پس من اینجا چیکار میکنم؟ مینویسم مثلا reverse second commit، با اینا کاری ندارم توضیحاتش، بعد commit رو میزنم. خب و اینجا نگاه بکنید باز add وجود داره، پس این add داخل second commit وجود نداشت و اینجا نوشته this is the first commit، درسته؟ اما من الان اگر برگردم داخل history و اگر بیام اینجا fourth commit رو بزنم، نگاه بکنید second commit با first commit، البته من second رو زدم یه لاین هم اضافه پاک کردم و این شد first commit، در از باید این رو first و second رو نگرم داشتم داخل، چون داخل second commit بدم. و نگاه بکنید اگر من الان حالا بخوام از این second commit برگردم به این fourth commit، خب که فایل add هم وجود داشت، حالا بذارید من دستی add رو پاک بکنم، خب دستی add رو پاک بکنم، برم داخل این change commit رو بزنم، البته یه مسیجی درست بکنم deleted add file یا add file فاصله، خب و این history میبینید که فایل نوشتم deleted add file. حالا بخوام برگردم به fourth commit، اینجا یه فایلی داشتیم حالا دا third commit، مثلا حالا برگردم داخل third commit فرق نمیکنه. اینجا شما چیزی که میخواید roll back، در اصل revert اصلی roll back. شما اگر roll back رو بزنید میبینید که add file برمیگرده و این لیست رو اگر باز بکنید میبینید که set commit هم برمیگرده. پس این چیزی که شما میخواید، این چیز خیلی قوی هستش که بهش میگن roll back. هر موقع خواستید ریورت بکنید این رول بک رو بزنید. اگر ریورت رو بزنید این کاری که میکنه برای شما یکی میکنه، مرج میکنه و انتخاب به عهده خودتون میذاره که کدوم رو انتخاب بکنید. پس این رول بک میتونه خیلی کمک باشه که شما اگر از یک مرحله به یک مرحله قبلی برگردید. این کار بسیار بسیار قوی هست و باید شما بدونید که چجوری میتونید ازش استفاده بکنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه.